وقتی یکی نگرانه، مضطربه، پریشونه، چجوری میتونیم به انگلیسی آرومش کنیم؟ بعد بهش بگیم بابا نگران نباش، اوکی میشه، مشکلی نیست، خیلی داری گندش میکنی. و کلن چجوری یک کسی که نگران، وقتی که یک کسی نگرانه، پریشونه، مضطربه، میخواد یه کار رو انجام بده و ما میخوایم بهش بگیم بابا آروم باش، درست میشه، نگران نباش، چجوری میتونیم کمکش کنیم؟ تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا 12 تا جمله فوق‌العاده پرکاربرد برای آروم کردن یک شخص نگران رو با هم دیگه یاد بگیریم. سلام بچه‌ها، من میسا هستم. خوش اومدین به یک ویدیو خیلی خوب که در این ویدیو بچه‌ها در ادامه ویدیویی که من براتون آماده کردم در رابطه با اینکه چجوری ابراز نگرانی کنیم و چجوری بگیم نگرانی، مضطربیم، این در ادامه همون هستش که حالا اگر یک کسی اومد و به ما گفت آقا من نگرانم، حالم بده، دارم میمیرم، وای خدا کمکم کن، ما چجوری به آرامش دعوتش کنیم و بهش بگیم بابا نگران نباش، همه چی درست میشه. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و بعدش هم زنگوله رو بزنین، شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بچه یه چیزی رو بگم، آیا میدونستین کسی که دنبال اینه که زبانش خوب بشه باید ببینه خودش رو تو شرایط مختلف بذاره، شرایط مختلف واقعی، و چیزای مختلفو در رابطه یاد بگیره. مثلا یه کسی فوت کرد، چجوری تسلیت بگم، چجوری دلداریش بدم، یه کسی داره از نگرانیاش میگه، چجوری آرومش کنم، یه کسی داره باهام درد و دل میکنه، از من نصیحت میخواد، چجوری نصیحتش بکنم. و میدونین که اگر این راه ها رو یاد بگیرین خیلی میتونین انگلیسی واقعی تر، نچرال تر و ریل تر رو یاد بگیرین. پس لطفاً ویدیوهای این مدلی رو دنبال بکنین تا به خودتون واقعا کمک کرده باشین، چون بارها پیش میاد که یهو یه دوستتون میاد میگه باید میخوام باید بار درد دل کنم. گوش کن، بشین فقط گوش کن و تو باید بلد باشی آرومش کنی دیگه. حالا حتی دوست خارجیتون ها، نه دوست فارسی زبانتون. خب بریم سراغ این 12 جمله. Number one, stop worrying about it. نگران نباش، نگرانش نباش. Stop worrying about it. نگرانش نباش. بچه ها ببینید چجوری تلفظ میکنم. اولا که انجی دیدیم جی تلفظ نمیشه، worrying about it، و بعد چون جی رو حذفش بکنم یه کانسننت دارم که با یه واول جمله لغت بعدیم شروع شده. گفتم هر وقت دوتا لغت دیدیم کانسننت بود آخری، بعدی با واول شروع شد، لینکش کن، کانسننت واول لینکش کن. چجوری لینک کنین؟ نها کنین. Stop worrying about it. آرومش، اسلو موشن کردم براتون جا بیفته. So stop worrying about it. نگران نباش. Number two, stop thinking about it. بهش فکر نکن. Stop thinking about it. بچه یه چیز باحال بهتون بگم در رابطه با بریتیش انگلیش، نمیدونم ولی در امریکن انگلیش بعضی وقتا about میگم but. Stop thinking about it. I'm thinking about you all my life. I've been thinking about you all my life. من کل زندگیم به تو فکر میکنم. پس تو امریکن انگلیش نمیدونم، بچه هایی که توی کشور بریتیش اکسنت گونه زندگی میکنم به هم بگین آیا تو بریتیش همین چیزی وجود داره، چون من راجع به بریتیش نمیدونم، ولی تو امریکن میدونم که این about چون شواه کلا اصلا ارم نمیگن، صدای اول شواه دیگه، about نیست، about و میگن but. Stop thinking about it. I'm thinking about you. در رابطه با در بهت فکر میکنم. Number 3, stop talking nonsense. It's my favorite one. چرت و پرت نگو. Stop talking nonsense. اینقدر چرت و پرت نگو. مثلا فکر کن دوستتون، وای من از این آدما متنفرم، تا اینجا درس خونده، غرق در کتاب و اطلاعات و اینفورمیشنه، بعد میای میشینه های من ناراحتم، من نگران امتحان فردامم، و واقعا بهترین جمله که میشه بهش گفت come on stop talking nonsense، چرت و پرت نگو. You've studied a lot. یه عالمه درس خوندی. You've practiced a lot. یه عالمه تمرین کردی. So stop talking nonsense. Cut it. ببرش، قطعش کن.
Number 4. Stop fretting. Stop fretting means stop being nervous. Stop being worried. نگران نباش. Stop fretting. Fret بچه ها. Fret میتونه سینونیم برای nervous و worried باشه. حالا وقتی دابل تی داریم صداش میشه د د فلاپ تی. در رابطه با پروناسیشن تی بچه من ویدیو براتون درست کردم. اگر دوست داریم با پروناسیشن بیشتر آشنا بشین برین تو پلیلیست پروناسیشنمون از رو عکس ویدیو خیلی راحت میتونین پروناسیشن تی رو پیدا کنین، کلیک کنین و قشنگ لذت ببرین. So stop fretting means نگران نباش. Number 5. It's not a big deal. You can handle it. It's not a big deal. You can handle it. چیز بزرگی نیست. تو میتونی از پسش بر بیای. You can handle it. میتونی از پسش بر بیای. You can handle it. میبینین handle it. Handle it. It's not a big deal. موضوع بزرگی نیست. You can handle it. Number 6. Come on. Don't make a big deal out of it. Come on. Don't make a big deal out of it. وای بسه. انقدر بزرگش نکن. انقدر بزرگش نکن چی میشه؟ Don't make a big deal out of it. Don't make a big deal out of it. من از این آدمام که همش همه چیو گنده میکنم. اینا دوستام همش میگن come on میسا don't make a big deal out of it. بچه out of و هم میتونی بگین out of، هم میتونی بگین out of. ناکنین دوتاش هم میگم. Don't make a big deal out of it یا don't make a big deal out of it. Out of it. Out of it. Out of. باز دوباره یه ویدیو بچه برای این داشتم خیلی قدیم، اگه یادتون باشه نمیم چند تاتون دیدین کوتاه شده یه سری عبارت ها رو یاد داده بودم، میتونی اونم بریم ببینین. Number 7. Why don't you go for a run or something? Why don't you go for a run or something? چرا نمیری بدو یا یه چیزی یه کار دیگه انجام بدی؟ Why don't you go for a run or something? Go for a run. Go for a run. برای راه رفتن، بیرون رفتن. بچه go for a run به این صورت میاد، یعنی عبارتی که استفاده میکنم go for a run هستش، go running و اینا نداریم. Number 8. Worrying about it won't help. اینم فیوریت منه. نگرانی در رابطه با اون کمکی بهت نمیکنه. So just chill. Just chill. Just chill. Worrying about it won't help. نگران بودن در رابطه با هاش هیچ کمکی بهت نمیکنه. Worrying about it won't help. بچه ها یه اصطلاح باحال بهتون یادم همین الان it's just suddenly popped up to my mind، همین الان رسید تو ذهنم. بچه ها میدونین یه کسی که نگرانه میخواین خیلی خیابونی بهش بگین که آروم باش چی میگین؟ بچه ها chill یعنی آروم، peel یعنی قرص، chill peel یعنی قرص آرام بخش. میتونین بهش بگین take a chill pill dude، take a chill pill dude، یه قرص آروم بخوری. یعنی چه؟ یعنی آروم باش. خیلی خیابونیه اینه که بگیم آروم باش. Woo, take a chill pill dude. آروم باش. Stop being worried or worrying about it won't help. Take a chill pill dude. یه قرص آروم بخوری. یعنی چی؟ یه قرص آروم بخور معنی نمی‌کنه، ماشون ایدیمه. یعنی آروم باش. Take a chill pill. Number 9. You'll be fine. Don't worry. یعنی خوب خوب خواهی بود، یعنی اوکی برات پیش میره شرایط، نگران نباش. You'll be fine, don't worry. Number 10. You've got nothing to worry about. You've got nothing to worry about. چیزی برای نگرانی نیست یا چیزی برای نگرانی وجود نداره. You've got nothing to worry about. چیزی برای نگرانی وجود نداره. بچه ها خیلی هاتون سوال کرده بودین چرا آخر حرفاتو میخوری؟ مثلا نمیگم you've got nothing to worry about، به خاطر اینکه بچه ها در امریکن اکسنت ته حرفاشون رو معمولا پخش یعنی نمیگن، میخورن. میبینیم من مثلا out of it نمیگم out of it، out of it worry about انگار اصلا تهش نیست، تهش انگار یه مثل تنابیه که ته نداره. مثلا Number 11. Just try to keep calm and focus on it. Just try to keep calm and focus on it. فقط سعی کن که آروم باشی و روش تمرکز کنی. بچه یادتون یه مدت مود شده بود keep calm and مثلا فلان، و دقت کنین calm هم calm میتونه تلفظ بشه هم calm، جفتش هم درسته. So just try to keep calm and focus on it. آروم باش و روش تمرکز کن. And the last one، اینم خیلی خوبه. Remain calm and focused. It helps. Remain calm and focused. It helps. آروم و متمرکز باش بهت کمک میکنه.
It helps. It works. جواب میده. It helps. It works. جواب میده. Remain calm and focused. It works. It helps. بچه ها focused. اینجا focus verb بوده. من بهش ایدی اضافه کردم. یعنی یه دی بهش اضافه کردم. کردمش adjective. Focused. اینجا گفتم focus on it. تمرکز کن. اینجا میگم متمرکز باش. خب بریم رو عکس تخته. یه دور دیگه من از روش بخونم. شما از تکنیک shadowing استفاده کنین. یعنی گوش کنین من چی میگم. پازش بکنین و اینو من تکرار کنین. Number one. Stop worrying about it. Stop worrying about it. Number two. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Number three. Stop talking nonsense. Stop talking nonsense. بچه سعی کنین فیلینگتون رو نشون بدین تو جمله هاتون. پوکر فیس نباشین. Stop talking nonsense. اون فیلینگ رو قشنگ نشون بدین. الان منو نمیبینین. صورت منو ندارین. ولی من این جمله رو اینجوری میگم. Stop talking nonsense. قشنگ میتونین تشخیص بدین. فکر کنین که من چجوری حالتم الان. Number four. Stop fretting. Stop fretting. Number five. It's not a big deal. You can handle it. It's not a big deal. You can handle it. Number six. Come on. Don't make a big deal out of it. Come on. Don't make a big deal out of it. Number seven. Why don't you go for a run or something? Why don't you go for a run or something? Number eight. Worrying about it won't help. Worrying about it won't help. Number nine. You'll be fine. You'll be fine. Number ten. You've got nothing to worry about. You've got nothing to worry about. Number 11. Just try to keep calm and focus on it. Just try to keep calm and focus on it. And the last one. Remain calm and focused. It helps. Or it works. So remain calm and focused. It helps. It works. این هم از 12 تا جمله پرکاربرد که میتونید در رابطه با کسی که نگران آشفته از پریشونه استفاده کنید. خیلی به درد میخوره، به خصوص برای دوستاتون تو محل کار، توی کالج، تو آموزشگاه، هر جا که هستین. امیدوارم که لذت برده باشین. عکس تخته تو چنل تلگراممون هست با کیفیت خوب، لینکش زیر ویدیو هست، تو دسکریپشن یوتیوب هم هست، میتونین بردارین. و ازتون میخوام که یه ذره تمرین کنین این پایین تو کامنت ها. مثلا واو یه ایده رسید به ذهنم، چی کار کنین؟ یه کانورسیشن درست کنین. از چی؟ آخ ببین چقدر خوب شد. از چی؟ از ویدیویی که براتون ساختم چجوری بگین نگرانین، و از این ویدیو که یه آدم نگران رو آروم کنین. مثلا یه صحبت بین جان و مثلا تدی. جان داره میگه من مثلا اینجوریم، تدی میخواد بهش بگه آروم باش، مثلا این کار نکن. پس اگر که ویدیو ابراز نگرانی رو ندیدین یا روشایی که بگیم چجوری نگران هستیم رو ندیدین، اول برین اون رو ببینین، بعد بیاین یه کانورسیشن این پایین درست بکنین و بنویسین و هم تمرین خودتون بشه، هم دوستاتون بیان کامنتاتون رو بخونن و کل لذت ببرن. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر موضوع یا مطلبی هست که دوست دارید من در ارتباطش براتون ویدیو درست کنم، بسیار خوشحال میشم من در جریان قرار بدین. Till another video, take care, see you soon and bye bye.